بخش عمده ای از کمپین ریاست جمهوری امسال برای جلب کسب آرای زنان روی قوانین سخت جنین و حق زنان در این زمینه متمرکز است اما مسائل دیگری هم هست که برای زن آمریکایی مهمند، مانند اقتصاد بهداشت و جرم و جنایت و هر دو داوطلب انتخاباتی روی موضوعها هم تمرکز دارند در ایالت مینسوتا ربکا جنسن خوشحال است از اینکه جو بایدن نقش علم در برخی مسائل جاری را نادیده نمیگیرد به نظر من مسائل مربوط به محیط زیست مهم اقتصاد و بهداشت هم مهم هستند. من پرستار هستم و هنوز در محل کار بیمار کوویدی میبینم. مردم هی میگن اپیدمی رو پشت سر گذاشتیم. اما نه اینطور نیست. ما هنوز در اون دوران هستیم. بنابراین به نظر من اینکه فردی در کاخ سفید علم رو قبول داشته باشه خوبه. در ایالت نوادا جولی بم میخواهد دونالد ترامپ دوباره انتخاب شود. کار او در زمینه اقتصاد خوب بود جنگ نبود همصدایی بود صلح بود همه کار می کردیم قیمت بنزین معمولی بود اون مرد خیلی عالی بود عاشق کشورش هست فرد خوبی هست خانواده خوبی بزرگ کرد و ما دوباره اونو انتخاب می کنیم. بایدن برای جلب نظر زنان طرح کاخ سفید برای تحقیقات در مورد بهداشت زنان را مطرح می کند. ببینید چقدر ما در زمینه پزشکی موفقیت داشتیم اما هیچ کدام تمرکزش روی زنان نبوده. خیلی طول کشیده تا تحقیقات به شما بپردازد. وقتی به خانواده بگیست اگه بیاین شما را از هم جدا می کنیم اونها نمیان. روز مادر کمپین بایدن پیامی در مورد سیاست ترامپ که اعضای خانواده های مهاجرین غیرقانونی را از هم جدا میکرد در فضای مجازی منتشر کرد که بعد میگفت یک کار خوب برای مادرانتان بکنید جلوی ترامپ را بگیرید ترامپ در جلسه با زنان مسیحی محافظه کار گفت صهلح را به اروپا برمیگرداند قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشم به فاصله کوتاهی از پیروزی در انتخابات جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین را تموم میکنم یک پیام دیگر او به زنان این است که در مورد جرم و جنایت و مهاجرت سختگیری خواهد کرد. فکر می کنم زنان خاندار طرفدار من هستن چون میخوان امنیت داشته باشن جواهراتشون کیفشون وسایل الکترونیکیشون ساعت و پولشون رو میدزدن بعد مردم میگن چی شده اگه نمیخواین مجرمین غیرقانونی از در و پنجرهتون بیان تو و همه خونتون رو خالی کنن باید رأی بدید که باید جو خرابکار رو هرچه زودتر بیرون بندازیم اون خیلی میتونه آسیب برسونه بنا به آمار مرکز آمریکایی برای زنان و سیاست در 44 سال گذشته زنان بیشتر از مردان در هر انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند بر اساس آمار مؤسسه تحقیقات پیو در انتخابات 4 سال پیش بایدن 11 درصد بیشتر از ترامپ رأی زنان را کسب کرد